در جنگ جهانی دوم گشتاپو در برخی اردوگاه‌ها در کنار برج‌های نگهبانی تعدادی بلندگو نصب کرده بود. ایجاد هراس و ارعاب از طریق این بلندگوها روشی برای در هم شکستن اراده و روحیه اسیران بود. جنگ روانی و بمباران صوتی میراثی از فاشیسم نازیسم برای فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران. هولر مورخ و تحلیلگر نظامی بریتانیایی اولین کسیه که اصطلاح جنگ روانی رو در سال 1920 به کار برده. اون میگه که وسایل سنتی جنگ ممکن است جای خود را به جنگ روانی بدهد که در آن از سلاح استفاده نمی شود و به جای آن اقداماتی نظیر زایل کردن خرد انسانی، مقشوش کردن هوش انسانی و مزمحل کردن حیات معنوی و اخلاقی یک ملت به وسیله نفوذ در اراده آنها انجام می شود. از اولین تعریف هایی که برای جنگ روانی استفاده شده اینه که جنگ روانی یعنی استفاده از هر نوع وسیله به منظور تأثیرگذاری بر روحیه و رفتار یک گروه با هدف نظامی مشخص. C'est une forme de torture. Ça fait bien longtemps qu'on connaît ce que les tortionnaires connaissent sous les normes les causes des white noise, que signifie soumettre une personne enfermée dans une chambre à des haut-parleurs à une puissance énorme, et au bout de quelques heures, cette personne se trouve déstabilisée. Sa personnalité est déstructurée, qui est le but de toute torture, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'il y a, on voit avec ces haut-parleurs, avec cette puissance, c'est qu'on est en train de faire une sorte d'expérience. Non, cette fois-ci, non pas sur une personne ou deux personnes, mais sur l'ensemble d'une communauté. تعریف صوت سفید، نوعی از صداست که از ترکیب شدن صداهایی با فرکانس‌های متفاوت ایجاد می‌شود. اگر شما تمام صداهای قابل تصور که یک انسان می‌تواند بشنود را با همدیگر ترکیب کنید، صدای سفید ایجاد خواهد شد.